سلام، شیخ پری اینجا، شیخ پری اونجا، شیخ پری همه جا. شیخک بنفش کاری به موضوع همایش و مناسبت و این حرفا نداره، فقط دنبال اینه که تریبون رو بقاپه و همزمان با یه فیگور اعتدالی و خالی بندی های انتری نژادی یه لگد نثار باند عریف کنه. مثلا یه عده پاسدار ماستار رو دور خودش جمع کرده، اسمشون رو هم گذاشته ایثارگر، تا یه چنین ادعایی جلوشون بیاد. امروز هم فرزندان انقلابی شما در صحنه دیپلماسی برای به دست آوردن پیروزی دیگر همانند پیروزی خرمشهر ایستادگی، مقاومت، صبوری و فداکاری خواهند کرد. من تردیدی ندارم که ملت ایران در موضوع فناوری هسته‌ای در برابر فشار دیگران به پیروزی خواهد رسید به حول و قوه الهی. زرشک به پایه و سخت نیاد پایین شق بری. لااقل میخوای ببندی با باشر به من که شرشور قضیه راه نیفته. کدوم پیروزی هسته ای؟ کدوم پیروزی خرمشهر؟ کدوم حول و قوه قلمی؟ موشکاف رو میکنه ها. ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره 5 اقدام عملی دیگر در خصوص برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به توافق رسیدند. به گفته رضا نجفی نماینده ایران در آژانس، اقدام مربوط به موضوعات جاری است و 2 اقدام عملی در خصوص مسائل گذشته است. آقا این 2 اقدام و 3 اقدام و توافقی که ازش حرف میزنه خلاصش چیزی نیست جز اعتراف به فعالیت‌های بمب‌سازی. معنی این اعتراف هم اینه که هسته بای بای، یعنی زهر رو بریز میخوریم. حالا ببینید شیخ فری همین وضعیت پتالو چجوری به صورت بنفش به خورد جماعت جام زهری میده. ما با حفظ حقوق قانونی و ملی خودمان با منطق و استدلال در برابر قدرت هایی که به عنوان پنجه به اضافه یک در برابر ما هستند قدم به قدم به پیش خواهیم رسید تا هم زنجیرهای تحریم را بکسلیم و برای همیشه کنار بگذاریم و هم فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای خودمون را برای همیشه برای اهداف صلح‌آمیز ادامه دهیم. آره، معنی صلح‌آمیز هم با همین اعترافاتی که کردید کاملا روشن شد. اینطور که پیداست خود عظما به زهرخوری رضایت داده. حالا باید دید اینا با جماعت دلواپس میخوان چی کار کنن، چون اینطور که بوش میاد دلواپس ها از همین حالا خیز آشوب و بلوا رو برداشتن. راستی برنامه چیه شیخ بری؟ موانع را از پیش پا باید برداریم. ما موانع داخلی، مقررات دست و پاگیر، مشکلات در توسعه در داخل سرزمین ما باید کنار بگذاریم. ما باید در روابط خارجی معضلات را کنار بگذاریم. ما باید جلو فساد ایستادگی بکنیم و زمینه را برای رشد آماده بکنیم. اینقدر تو نره حسنی، اینجوری ممکنه پیچای اعتدالت شل بشه و شاتون افراطیت بیرون بزنه ها. با این دست گلی که اخیراً به آب دادی فعلا باید به جای این افه ها خودتو واسه جام زهرای بعدی آماده کنی. الان یه جوره برو بالا ببینیم حسشو داری یا نه. بذاریم مردم راحت باشن، بذاریم مردم در سلامت روحی باشن، اینقدر در زندگی مردم هر روز مداخله نکنیم، ولو به خاطر دلسوزی. بذاریم مردم خودشون راه بهشت انتخاب کنن.
به زور نمیشه، با شلاق نمیشه مردم راه بهشت برد. دوستان هنایت دارید دیگه نه؟ این حرفا داره از دهن آخوندی در میاد که 35 ساله تو این نظام شلاق به دست پشت میزای امنیتی نشسته. دیگه شکرخوری از این بالاتر نمیشه که میشه. حالا همه اینا رو میگه واسه این که چی بشه؟ همه کاری بکنیم یک آرامشی در جامعه باشه. بله، درد عادی آرامشه. از ترکیدن دیگه بخار میترسه، فکر میکنه با این سوپاپا میتونه این دیگه مهار کنه. دعواها، دعواهای گروهی، جناحی، حزبی تا یه حدیش بد نیست. این مثل، حالا اگه بگیم تعبیر نمک، من نمیخوام بکنم، تعبیر فلفل میخوام بکنم. حالا فلفل یک کمش اشکال نداره، اما همه غذا پر فلفل کنی که نمیشه خورد که. تا یه ذره خوردی داده در میاد، زبان و گلو و همه میسوزه و مری و تا میرسه معده و دل درد و نمیشه. همه رو ول کن، دل و روده سید علی گدا رو بچسب. از یه طرف زهر توش داره پیچ و تاب میخوره، از اون طرف فلفل سگ دبه ها هم قاطیش شده دیگه. هیچی دیگه، میزنه اندرون ولایت رو آش و لاش میکنه. تازه اولشه، اینا همه پیچ و تابای اندرونیه. منتظر مشت بیرونی هم باشی، تو راهه. Check out.